نگاران اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین حکایت کرده اند که در روزگاران قدیم ملک نومان ملکی از ملوک آل ساسان در قصر خیش جعفر وزیر را به حضور پذیرفت. ملک عصبانی رو به وزیر کرد و فرمود: یعنی چه؟ کنیز پیسوز کهنه منو به یه دوره کرد فروخته؟ اون پیسوز یادگار اجداد منه، هر طور شده باید پیدا بشه. قربان ناراحت نباشین، به نرخ روز فروخته، ضرر نکرده، ولی من اونو پیداش میکنم، یعنی سارقه رو میدم سرش گوش تا گوش ببرم بیارم خدمتتون. اگه پیدا نشه؟ ناراحت نباشین، یکی دیگه براتون میخریم. اون وقت میدم سر خودتو گوش تا گوش ببرم. ملک از جعفر وزیر پیسوز خواستن، ما باید گیرش بیاریم. تو میری دنبالش و هر خبری هم پیدا کردی بیا بلا فاصله به من اطلاع بده. من نمیفهمم تو چطور جرأت کردی پیسوز ملک رو بفروشی دختر گیس بریده. خیلی خوب، خیلی خوب، اون دوره گرد یه پیسوز نو داد و اونو از من گرفت. میدونی ما این کارت منو توی درده سریع انداختی و بعد هر تو شده اون دوره گرد رو پیداش کنی و پیسوز ازش حکس بگیری فرقی نه به چشم خب بقیهش نشسته میگه نامحرم نمینه خودم بپوشونم تو بعد اون دوره گرد رو پیداش کنی و بیاریش اینجا قسم میخورم اگه بخواد کوچکترین کلکی بهم بزنه و سرش گوش تا گوش میبرم همچی زیرتی سرش میبرم میندازم جلوی سگای کوچه و مثل یه گاو چهار چرخش میکنم و به چهار دروازه سر آویزونش میکنم اینقدر دستم بردم آوردم خسته شد البته اون دروازهش پیدا نکرده بهتون قول میدم پیداش میکنم القصه همان روز علاءالدین از چنگ افراد ملک نومان گریخته بیان که بداند پیسوز کهنه که به دست آورده چه قیمتی دارد باید از اون پیسوزهای قدیمی و نایاب باشه خب نگرش داره بینیم چی توشه بگن خدا روزی رسونه راست میگن دا خاتونه صدامون کرد نوه رو گرفته کنه بمونداد خدا پدری خرش هم بیامور تمام شهر پیچیده علاءالدین یه پیسوز قدیمی گیرش اومده آره منم اینو میدونم وقت باش بوده
اما معلوم نی به چه کرکی تونسته سر کنیزه رو کلا بذاره و اون پیسوزه رو ازش بگیره. راستش دل جرأت زیادی داشته که تونسته این کارو بکنه. میگن ملک وقتی فهمیده خیلی خیلی عصبانی شد. حالا معلوم نیست علاءالدین به اون پیسوز میخواد چیکار بکنه. والا راجع به این پیسوزهای قدیمی چیزای زیادی تا حالا گفتن. میگن بعضیش برای آدم سعادت و خوشبختی میاره، بعضیش هم بدبختی دنبالشه. کی میدونه که حالا این یکی از کدوماشه؟ اصلا شاید هم یه پیسوز معمولیه. کسی چه میدونه که سرنوشت برای آدم چه نقشه کشیده؟ یه کسی رو میبینه که یه اون فقیر و زحمت کشه، یه روز یهو توی چشم هم زدن صاحب همه چیز میشه. آخه خدایا شکر امروز یه چقدر فکر زدیم. یه عمر است این کوچه پس کوچه ها ویدون و سرگردونیم برای یه لقمه نوش. نگاه کن به خدا کار این خره بعض ماسا بلاغه که چیزی نخورده جو نداره زاره دقلا یکی هست بکشت ببره. ما بدبخت که نون نخوردیم جو نداریم یکی اون باز خولمون به دکتارها بریم. الهی شکر بریم دنبال یه کاسری و هرچی باز یه خاتونی به تورمون بخوره که یه چیزی نو داشته باشه تا یه چیزی کهنمون عوض کنه یه چیزی گیرمون بیاد. یعنی بابا قربونم بری قربونم هم رفتی خودت و ننت آدمای ناشکری مثل تو چیز گیرشون نمیاد. ای بگو خدا سببدار بست پیشین اینجا پنیدو پنیدو تا روزی شیشم یک چه لغمه نونی کپ زده گیرت بیاد که حق بست نا هم بابان تو این گیرونی میوه اینه را کجا گیره بردی؟ عجب سیبی به بر. خب چه فکری کردی؟ بالاخره برای پیدا کردن پیسوز قدیمی من چه نقشه ای کشیدی؟ کشتین منو بلا بلا قربانت گردم نقشه ای کشیدم که به فکر جنم نمیرسه. وای بار شما تعریف کن ببینم. میدونم قربان خودمو به شکل یه دورگرد خرت پرت فروش در میارم و میدم سراغش. خب که چی بشه؟ هیچی واز میکنم میگم باش سر صحبت رو واز میکنم از این طرف و اون طرف حرف پیش میکشم و خلاصه به هر کلکی که از پیسوز و ازش پس میگیرم. ناز شما رو برم. فکر خوبی. تو چتی ما نمید والا دخترت جوام های سدست اینجا محلی میستش خواب برست وح برو تو مادری فولاتره دی بله خودتون بفرمه ما نیستیم سعی شما کم نشید وح این قلاغزار چی چیست تو پنجره دختره جوام تعارف میکنه به من یک کم جا نیشسته است شما آش دشته پخته نیم دور هم جمع شده ما نیستیم داداش. الله اکبر خدایا به قدرتت شکر هر بنده یه زیرهایی باید نون بخوره. همه این که میگن خدا هر همه راهمی نیست و بعضی از بنده ها نمیتونن بفهمن هر همه راهمی نیش کجاست همینجا سا خودی بنده ذاتش پدستوخته و ناجنس و نااهلیست. خب یکی به این زنها بگه بلنشین برین رخشوری بلنشین برین کلفتی بلنشین برین زحمت بکشین نونی شرافت مندونه پیدا کنین مثل ما بخوریم. چطور شد از که نون با یه راه برسه کوچه؟ به نظرم میخوایی گرون بفروشی یا سرسی گرون فروشی اومده تو کوچه ما میخشه نشستی بشین نه اول شام بخاری
بذار من نشونه بدم اینجا دست بلند چیا درد ما بخوره خرت و پرته که خرت و پرته چیه تمامش با باره بخوره این چی چیر جنده رو بکنه آقا نایمده تا هده با حالی جمع کنی خوبه دمیتونم این چیه ببینم این پیزی رو برادر چند خریدی نه جون من چقدر پول این دیگه چند خریدم به تو چه که چند خریدم وردش کن بیا بیاد حالا اینا همینطوری چند میدی یعنی هر روش البر چند میدی نگاه کن به لحظت خدا نمیارزی لحظت چکنم نمیارزی این همینجوری دو دینار میخرم بدش به من این امونت فروشی هم نیست یادگاریه ردش کن خیلی خوب جهنم سگ خورد سه دینار و نصفی یعنی سه دینار نصفی بگو خدا برکت بده بگی بله تو من میرید چپ دستت رد کن بیا این پولا رو بذار چپی دستت ببر سر قبری پدره این پیسوز یادگاری است فروشی نیست امونت یادگاری کی کیه هست چه هست به تو مربوط است آره از دیرتش میداد یادگاری پدر جدته ای آره تو خدا بیامرزه در بده اونه آره دونه بگی بابا گرنش در برده با این فروشه دو سرت بخوره با اون امونه خودت این پدر اصلا من با تو قهرم دیگه ماشتی نمیخوره تو سری آقا ننت بخوره که تو یادگارشونی تو رو پس انداختن رزق خجالت مرده چطوره؟ خب داری می لنبونی ها باز تو یه چیزی گیرت اومده است که به لنبونی ما چیزی گیرمون نیمده کارا خداوند متعالم خواست و خرجی است نکنه مخلوقی که درشت گرند و گنده ترند و قدر شطور و دیلند رزقشون رو می رسونی با ما را نمی بینه 2400 برای یه لقمه نوپ ببین آخه ما که فقط دلمون خوش است که یه آدمی هستیم زنده قربان اگه اجازه بدید من و شما و اون بسید همون کافی بود با اون نقشه عوضی بود خب چرا گذاشتی و رفتی دستور میدادی افرادم اونو دستگیر کنم باور کنین قربان اینقدر عصبانیم چد که یادم زد بدم بگیرنش حالا این حرفا رو بذارین کنار بذارین من میرم با اون یکی ای برسه با منی این ندارم ولی حالا براش یه خوابی دیدم قربان که اگه بدونیم برای تو نقشه بکشی بذار خودم ببینم چیکار میتونم بکنم گرگونتون برم شما همجور نشستین و میگین لنگش کنه رو ببینیم چیکار میکنی خب این میتونه بسنم چیه نشسته بودم پیش میزه رو میسه بودم چون نقا فیل دور شد و من اینجا سر در آوردم اینجا کجا هست اینجا مالی کیه من کجا یعنی چه دود خونه به این باستفا اونجا پشنگی اینا تو چی هستی خونه بیابونی زهر مار به چی میخندی مردی که اینجا وایستده میخندی بیکاری به تو میخندم یه لنگه من آجنبون به من میخندی من کجا خنده داره به قیافه خودت نگاه کن بیشتر از من خنده داره من به هر چی که دلم بخواد میخندم دلخواهیه رو آب بخندی با این قیافه مردشو ترچی بده ببره ترده سری من نیزدی ها من حساب شوخی با کسی ندارم خودم هم دیدم که چطور نقافل اینجا جلو تو ثبت شدم آتو جلو من ثبت شده آره من اگه بخوای ترده سرم بذاری بخندی عصبانی میشه نمتن پدره دارم آرام ساکت باش حالا اهنکار رو زمین
همه یعنی باشه اندازه همه کنم اینجا جا اهن کردن نشستن رو میگیم به این باصفایی ها چند اهن خودت رو اهن کنیم بندن اهن کردن جلو نیا دست من نگذار وحشه بکنم دست میزنم تو گوشه دا من زهلو زنبقم آب میشه جلو نیا بیشی حرف بزن جوابشو بشنو من چسته بودم پیسوزه رو میسابیدم ناغافل دیدم دود شد و ناغافل هم دیدم اینجا سهر رو بودم منم تو همون پیسوز بودم دیگه من حدود 200 ساله که تو اون پیسوز اهنم یعنی زندونیم خیلیه که نپوشیدم که 200 سال اهنی؟ پس تو جنی؟ دواخور هستی یا نیست؟ دواخور چی اسمال گاز بونه؟ شرابت 200 ساله شراب 200 ساله؟ حتی تو ما 20 سالش هم نمیگونیم شرابت 200 ساله نوشی جنی؟ خب تو اینجا چی کار میکنی؟ من موکل این پیسوز دم هرکی این پیسوز رو بساوه من حاضر میشم و میتونم 3 تا خواهشش رو اهن کنم یعنی برآورده فهمیدم پس تو قلوم منی یعنی من هرچی دلم بخواد سیر مفتتون آدمیزاد برام فراهم جدی تو میبینی؟ خب ببین من یه مدرسی استشی کمم از گشنگی زعفیرت میتونی یه لقمه نفنی نازم با نگی نیچه اپ نیکی دیو آقا ما فکر نیچه را فراهم نفنی چیزی گیره مونی میاد یه چیزی بگوی چیزی بی جفت جا صفره چه صفره خشنگی چه صفره سیفیلیه نگاه کن نون و فنی رو زد بردن چه نونی ما یه آتشش هم دیگه اون نونه نگاه کنم پنیره بخار کف کن پنیره؟ آها هم که مغار بخار من بخ بخ چه پنیره خوبی چه نونه خوبی تو اولین کارش تو مفت از دست دادیم از دست دادم؟ بله به خاطر همین یه لقمه نون و پنیر از دست دادم اما عجب نون و پنیری حساب خیره خودت تو باید خواهش حسابی از من بکنی یه خواهش بزرگ لا اله الا الله خواهشی حسابی دیگه کدومه اولیش که خراب شد دومیش هم که نمیدونم چی کار کردم و سیومیش هم نمیدونم چی بگم چی بخوام میگم اما تو بگونم اسمت چی کوچه یا شما جی جی هم یعنی جعفر جی جی هستی؟ جی جی هم قربان نفهمیدم تو با این کلا بوغی و سیبیلای آویزون و هیکلی که تو کلوفت و قناس و یه تو پیمه گشاد و یه بغلی شراب وقت اسمت جی جیه کاملا دارات به هر باب جون خب پس ما تو رو همون جعفر ذهنی صدا میکنیم بابا عزیز جون هرچی دلت تنگت میخواد ما رو صدا کن جعفر جن جنی رو به رای هستی ها میخوام ببینم که تو تاسه جنام فقیر و پولدار هست تو آدمیزادا که خیلی هست یکی خیلی پول داره یکی هم آه نداره بناله سودا هله هر باب تو تاسه جنام ما فقیره شد و اما ملک که از یافتن پیسوز خود ناامید شده دستور میدهد جام جهان نما را حاضر کنند تا ببیند که بر سر پیسوز و علاءالدین چه آمده است. نازیتو بیرم من تصمیم گرفتم که تو رو ببرم میگم ببرم پیش ملک تو باید به ملک بگی که نمیدونستی اون پیسوز چه ارزشی داشته بعدم هر طور شده ملاقاتی میگم علایالدین رو بندازی تو دام و پیسوز از چنگش در بیاره بذار تو بغل من میگم تو چنگ منم بذارم تو بغل ملک خب اگه علایالدین رو پیداش نکردم چی؟ تو باید این کار انجام بدی قربونه یک کلیت برم الهی هیچ میدونی اگه ملک پیسوزش رو دوباره به دست نیاره چی کار میکنه روزگار من تو رو سیاه میکنه حالا اومدیم و علایالدین رو پیداش کردم از کجا معلوم پیسوز رو پس بگیرم اصلا ممکنه پیسوز پیشش نباشه نمیدونه حرف بزن اون دورگرد همیشه هر کجا که میره پیسوز رو با خودش میبره به خصوص حالا که یه جن بو بده میگم بو داده از توش در اومد تو باید حتما به ملک قول بدی که این کارو براش انجام میدی تا نمیدی رد خورم نداره پس غزال به ملک قول میدهد تا به حیلتی بار دیگر علایالدین را پیش خدا آورده و با حقه پیسوز کهنه را از او پس بگیرد. تو فهمیدی چی گفتم؟ ترتیب آوردنش رو دادم تو فقط باید پینه دوز میگم پیسوز ازش پس بگیری آخه چطوری؟
وقتی اومدیم جا تو باش گرم میگم گرم گرم میگیری سر به زنگا من میگم اه تو میگی آقا اومده میکنه تو صندوق درش هم میذاری یادت نره بخونمش تو صندوق مگه میشه آه وای خب حالا بیان سر موضوع خودمون دیدیه که جهت ذهنی خودمون باشه گفتش که ما دو تا آرزو دیگه میتونیم ازش بکنیم آدم گشنه گدایی مثل من ها اگه هزار تا آرزوان داشته باشه و بهش برسته دا بازم کمش است اما خب به لطف خدا امیدوار تو آرزو دیگره چی میخوام دلم یک خونه حسابی میخواد بکنید و غلام و چپ چپه و دبدبه و یک خاتونی تر و تمیزی سالار عینه این علیا مخدره که اینجا دارن برو خجالت بکش مردی که خجالت میکشم که بارم سنگین است به خیلش نوبرش آورده داشتیم چی میگفتیم آرزوام یک خونه میخواییم و کنیز و غلام و یک زن خوشگل و یک کوشکم کناری دریا و یک کذاوه شخصی آرزوام هم همین دوتا کلمه نیست که تموم بشه آهای با تو هم نگاه کن چی چیه با بنده؟ آره با تو هم این میوه ها رو وردار با من بیار چی چی را؟ میوه ها را؟ کجا؟ خونه چقدر حرف میزنی؟ چیه میدونم من؟ باشه چشم خیلی خوب پس را بیا شما بیافتین جلو راه را نشونی من بده بیا خیلی سنگینه بفرمین جلو تونترم بری واجبی باهات داشتم بدت پس اولین دفعی رو که اومدی اینجا چقدر بهت خوش گذشت به من یادم بره اونم خاتونی خوشگلی هم مثل شما رو یادم بره دیگه اینقدر خجالت هم نده اختیار داری خاتون راستش من از روز اول که شما رو دیدم یک دل نه صد دل عاشقی جمالی بی مثالی شما شدم اما فکر میکردم کجا ممکنه شما رو ببینم تا اینکه ناقافل اتاق آسمون سلاخ شده شما افتادین تو دلم صرف شده شراب نیمه بابا دوتا ماچمون بده رفی خستگیمون بشه خاتون راستش وقتی که نیزی شما گفت این سبت میبره برداره بیارا نمیخواستم بیارم چون آخه من که حمال نیستم اما ناقافل به دلم برات شد که سبت میبره بردارم و دنبال این کنیزه را بیفتم بیام اینجا حالا نگو بنام شما رو ببینم میدن دلست که دلو میکشه کپه نیست که گلو میکشه نخیر بفرمین شما رو بفرمین نخیر اول شما رو بفرمین منم خطبه دو میشنم اجازه بفرمین من مال دولت همون زفت رفت کنم بیده اصلا خیلی چون شرمنده همون بس خیلی ببخشید جلد از خواب پروردگار خودت ما رو شر شیطان حفظ بکن اوز بالله من از شیطان رجی خدا یا خودت حفظ کن ببینم این حرفا چه داری میزنی؟ مگه از من خوشت نمیاد؟ اختیار داری خاتون من چه قابلی دارم که شما خوشم بیاد یا خوشم نیاد خیلی که خوشم میاد او وقت چقدر وسایلی خوراکی و وسایلی خوشحالی فراهم کردین راست راستی ما رو خجالتمون دادین خاتون جناب این همه شراب و کباب و رباب و فقط دست شما در نکنه فقط یه آدمی خراب جمع داریم که اونم خودی بنده هست حالا یه چیزی ازت بخوام به هم میگی از دفر الله ربی و تو به اله من چی دارم بگم یادت میاد اون روز که اومدی اینجا یه چیزی بهت بدم آره یادم میاد یه مقداری عبا و قبا بود و یه پیسوزی کنه خب حالا به هم بگو که اون پیسوزو چی کارش کردی چش نکنی تو رو خدا قلقلیم نکنی نقلقلیم میشه نکنی حرف کنم راستش میدونی میخوام چی خدمت رو عرض کنم یه دست فروشی دوره گرد سری دایی من سبز شد و پیسوز من خیلی دارم اون راستش فروختش بعد خب چی کار کنم با جنس میخریم که بفروشیم نمیتونیم که جنس رو نفروشیم نخیر تو رو نفروختیش لا اله الا الله آخه خاتون جون من چه منزی دارم که به شما دروغ بگم اونم برای یه پیسوزی شکسته عجب گرفتاری شدم تازه یه پیسوزی که به لعنت خدا نمیارزید همش سر و صدا میکرد و دود ازش در میمه
خدا قربونت برم، ببین روزی ما رو کجا حواله کرده، یا ببین اشتباه نکرده. آخه من از کجا برم حالا یارو رو پیداش کنم؟ خاتون جون برپردم که پیدا شد. از کجا معلومه که پیسوز هنوز داشته باشه؟ یه دوره گردی خرت و پرت فروش هم ممکنه فروخته باشه، حالا پیسوز در اختیارش نباشه. ما رفتیم به مالی کارسن یا بدبخت. خاتون جون بذارید. آخه خاتون جون از نشستنی من اینجا که نه چیزی آیدی من میشه نه آیدی شما. اگه بیایم هم یه لاسی خشکه بزنیم، اقبالی بعد یه وقت میبینید دعوا میشه و صاحب شما سر و کلهش پیدا میشه. وقت بعد بفرمایید تکلیفی بنده چی چیه؟ نه خب بفرمایید چی جواب خونی منو میده؟ چه حرفایی میزنی ها؟ من همیشه تو این خونه تنها حوصله‌ام سر میره. خب تا دو مرتبه تو رو دیدم گفتم بشینیم با هم گل بگیم و گل بشنویم. تازه تو که هنوز نمیدونی برای چی آوردمت اینجا و باهات چی کار دارم. آخه چه جور کاری داری خاتون؟ هر کاری داشته باشین داد بر خدمت شما حاضرین، کوچیکی شما. ولی میدونین آخه خاتون؟ آخه چی؟ آخه چه جوری بگم؟ آخه شما زنی؟ خوب باشه. آخه منم مردم. گمون نکنم. بخ دست شما درد نکنه. خجالتمون دادین داد. مردم و از اون مردم خاتون. ببینین تا کار به جای بارکی نکشت دست بذاری من مرخص بشم. باشه که پاشدی. با من از این شراب نخوری از اینجا جوم نمیذارم بخوری. استغفرالله خاتون بنده هدی دود و دوا و کباب و رباب و شراب این با همه اینه که تو حالا خوردی فرق میکنی. نخیر حالا هرچی ما بگون که نمیخوریم چیست که گوش بده. درست این خوشگلی ما هم از بابی دردی سرمون شده. بفرمه چشم بفرم خودمون دست و پنجه شد شما بفرم به سلامتی نوش دامدم بخورم جز بری گلوم سوقت هم میکنیم ها. خاتون جان آقا اومد آقا اومدن چی کار کنم؟ وای خودم مرگم بده. وای چه خاکی بزرم شد؟ چه خاک بزرم من شد؟ ببین من از اول میدونستم اگه اینجا ببینم کار به جای باریک میکشه دوی گندش در میار. من از همه اولش فهمیدم که یه کاسه زیری نیم کاسه هست و یه کلکی تو کاری توست. من چی کار کنم؟ دستم به زومنه. من رو نجات بده خاتون. عجله کنیم من میرم سرشو گرم کنم. قربونت برم من ردم کن برم. من میگه ما چند به شما نکردم و بدنام شدم. میگه کل که دهن آلوده و یوسف ندریده منو قایم یه جا خودم تو قایم. شمی سیاه برزنگی کیه؟ تو کی هستی زن؟ باجی تو کی هستی؟ این کیه؟ اینجا کجاست؟ رو پشت بو من چی کار دارم؟ می با من چی کار دارم؟ خلافش کن برای من قمچین میکشی؟ چی برش کنم؟ بذار بزنم لحول هم ورزش کنم من که من با تو چه حسابی دارم؟ مردشو اونو قدم بدارم اگه مردی وایسا تو بیام بزنم بدن ده سیاه کنم. خاتون کجا بیام؟ شما کی هستی؟ منو پشت بوم به پشت بوم ورزش ده دنبال خود دا اون بده. کجا بیام آخه؟ من بفهمم با من چی کار دارین؟ چه نقشه برای من کشتی؟ اینجا کجا هست؟ شما کی هستین؟ آخه چه اوضاع احوالیه؟ همینجا وایسا اینقدر حرف نزم الان برمیسم. چشم من همینجا وای میسم حرفم نمیزنم تا الان برگردی. نازنین سنم زود برگرد من دل واپسم و ببینم با من چی کار. آنگاه علاءالدین ندانسته به دام ملک میفتد و به انتظار آن میستد تا ملک دستور کشتن او را صادر کند. برو تو جارم تو چرا منو نمیبری؟ من که کاری نکردم. آخه با من چی کار دارین؟ با من چی کار میخوای بکنی؟ هل نده دور نده. گفتم بی خودی حرف بزن. من که دارم میرم چرا هلم میده؟ چرا اینقدر سلاجی مرد؟ سمت نیستم تو بی
سلام علیکم. از تو نمیخوای پیسوز قدیمی منو پس بدی ها؟ بسیار خوب. اونو کردن بزنیم. من با تو چه حساب شکر دارم؟ همچه باید کنم سالت برای کنم؟ در دستی پدری صاحب قیزم کرده. آی جیجی جون نزاد نداده. آی چه هم بزنی جونم؟ بزن. ای جن نابکار. تو اینجا نشسته ای داری شراب دهر مارد میکنی. ببین؟ ببین پامنه چی تو با تناب بستن؟ آقا میخواستن سر تا گوشت آغوشت ببارن گوشت آغوشت نه ولی خب گوشت دنیم گوشتش هم خواستن ببارن آقا این حساب آرزو دوبام تم یعنی فدای سرت بگو جعفر وزیر بیاد اینجا چشم قربان داشتم میگفتم که فقط مونده یه آرزو جنابالی که اگه اونم اهم کنی ما دیگه آزاد میشیم نفندم زیزی جونی که نشد اقبال ما حتی اقبال این اولاغ هم نباید داشته باشیم من باید برم کارم دارم نمیشه این آرزوی دوم برو ندیده بگیری نه نمیشه پس باید بذاری یا من حسابی فکرامو بکنم و ببینم با این یه آرزوی آخری چی کار میخوام بکنم اون فکراتو اهم کن قربان نمیدونی چه خبره عجب خرطوخر شلوغ فلوغیه سلام علیکم سلام یا اینجا قربان دیر نرسیدم که تقصیر این علاقه بود یه نرش افتاده بود امد فرمین قربان به دامان دفتر علایالدین فقط از اخته یعقوب نباس جادوگر برد خبرش کن اطاعت میشه قربان اما این جادوگره منظورم همین ابو نباسه به نظر میاد یه خورده خولمون باشه با آخه اولش این رقباس بود الکی اسمش گشتی ابو نباسی و کار دستمون نداره براتون بریم تو به این کاراش کار نداشته باش به موجود بیاد اینجا چشم سم این به طاعتم یالا خوبه ملاقه دیگه گیرمون نگفته با اجازه خب قضیه علایالدین که برات روشن شد حالا خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم تو باید ترتیبی بدی که اون هر طوری شده به چنگت بیفته و تلسمش بکنی مطمئن باشید من علایالدین رو میکشونم تو خونم و با حیلت مخصوص به خودم اونو تلسمش میکنم قربان میدونی که من از اون چی میخوام البته قربان پیسوز قدیمی و قیمتی رو درسته قربان آفرین پیش از اون که اونو بکشم پیسوز رو ازش میگیرم پاداش بسیار خوبی برات در نظر گرفتم ابو نباس متشکرم قربان شما به من خوبی بسیار کردید قربان امیدوارم تو این کار موفق بشی بهتون قول میدم که هر طور شده سر علایالدین و اون پیسوز قیمتی رو با هم خدمتتون تقدیم کنم با امید پیروزی آره یوهنس جنسای کهنه رو با نو عوض میکنیم عبا ردای کهنه رو میگیریم جاش نو میده اگه از اون پیسوزای قدیمی و قرازم داشته باشیم که از پوشتن در بیادا خریدارشیم آهای مرد از صابیا بلا نسبت هم بگو نشنفم دیگه اسم جن بیاری ها باشه چشم دیگه نمیگم هرچی شما بگون جیجی جان باشه آی پالون کنه زیلو کنه آهای بابا خالص بیا چه بینم میخوام جنسامو بهت نشون بدم بیا بینم نه جونم ما دیگه تو خونه کسی برو شما یه توکفا بیا تو جنسام ببین بعد بگو شما اگه جنس داری وردار بیار بیرون ما همینجا یه دست یا روش میکشیم اگه به دردمون بخوره چه ورش میداریم اگر هم به درد نخوره دا ما را به خیر شما را به سلومه و هم داریم ری تو خیر وقتی من بهت میگم یه تو که پا بیا تو یعنی بیا تو بیا بینم آخه من کار دارم آقا جون یه رفیق دارم که قباهر خلاقی یه دستی دو یومست یه دفعه صبر بکن الان میاد جنسا دا میخرد هر چی داشته باشی میخرد نرگی تو فعلا خداحافظ چرا من حرف میزنم میگم بیا تو دیگه وقتی که پول بیابونی به آدم میگه بیا تو باید بیا تو دیگه
این چه جورشه؟ نمیدونم من چه گناهی به درگاه خدا کردم که هر جا میرم یه بلا رو بیا بیرم خیلی حرف میزنی بیرم جلو حرف میزنم برو تو ببینم حرف بزنم چرا به مرد نزنه؟ بچون بینم چرا منو کردی توی اتاق در رو بستی؟ چه کار میخوای بکنی؟ باز گرفته ها شدیم در رو بکنم اینا خیر امروز گیری طایفه خودت این ها افتاده نکنه یه وقت یه بلای ملایی به سرم بیارم ما چشم میشینم یالله قربونی قدم شما قربون پای شما چاق سلامتی نشالله یالله بسم الله الرحمن الرحیم خدا یا خودم رو به تو سپردم چشرا نگارا چه نگاهیزی هم دارید قلب نکنم یه خوابی برا ما دیده است بگو ببینم تو قبار خالقی هستی درسته؟ والا حج کستم فعلا چاکری شما هستم قربان بله خیلی خوب حالا نشون بده ببینم تو بساطت چی هست بفرم قربان این بساطی ما که این بخچمون باشه قربان چیزی که قابل شما باشه ندارم این یه مش خط و پرته باشه میخوام ببین اجازه بفرمایید براتون بازش کنم ببینید قربان چیزی که به درد شما بخوره تا نیست یه مش آت آشغال است و خط و پرت و خنزر پنزر و یه سینی چی اسمال هناست اینم یه آب دست است و یه قبل نه خیر بدبختانه چیزه به درد بخوری ندارم ده بله همطور که عرض کردم و چیزی که قابل شما رو باشه ندارم اگه اجازه بفرمایید من فعلا از خدمتتون مرخص میشم یه وقتی یه جنس رو به راه گیرم اومد و چیزی به درد بخور داشتم باز خدمتتون شرف یاب میشم اجازه که دارید قربان بشین چشم قربان به بفرمایید قربان کیسته رو برد حالا معلوم نیست کیسته مارگیریه یا کیسته جنگیری یادگاری از داده دونه بفرمایید برد کیسته با اجازه بس شما درده کنه زحمت کشیدید خوش اومدید الان یه چیزی در میارم که هوش از سرت بپره نت پایین پس یه طوری داریم که هوش از سرم نبره گرفتم گرفتی؟ یواش داری؟ هنوز در نیورده پرید قربا نگاه کن خب بگو ببینم این سرقلیون مرسح به نظرت چطوره بسم الله الرحمن الرحیم کدوم سرقلیون قربان همین سرقلیون که تو دست منه مگه کوری والا چیزیست نه 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 بله بله قربان سرقلیونه هست سرقلیون خب بگو ببینم نظرت چی خدایا خودت به دادی ما برس این دیگه چه دیوونه بود به توری ما خورد آخه کدوم سرقلیون چی کار بکنم حرف بزن والا چی بگم به نظری من که خیلی قشنگه به به چه سنگای قشنگی هم روش کار گذاشتن سنگاش قیمتیه سب، زر، قرمز، آبی همه رنگی هست فلزش هم فرمودین برنجه برنج؟ بله برنج برنج؟ مگه کوری؟ نه خیلی میبخشین اشتباه کردم قربان بله اجازه میفرمه من یه نگاش میکنم دستی شما درد نکنه بله قربان کاملا حق به جانبی جناب عالی است قربانت کردم ببینیم به به صدا ناقوس میکنه چه طلای کونه و قدیمی هم داره عیارش کامل است 18 عیار تموم چه خاکی هم روش گرفته سفت چشم
راست راستی که خیلی قشنگه. فقط قربان میبخشین دا خیلی میبخشین اینجاش این بغلش یه کمی زده داره همچین بفهمی یا نفهمی همچین یه کمی قهر شده قربان ملاحظه بفرمایید اینجاش قربان تشریف بیارین جلو ملاحظه بفرمایید اینجا بغلی نافش یه کمی قهر شده بله چیزی نیست حتما یه باری سنگی بلند کرده قهر شده است پردش پاره شده است بله چیزی نیست قربان حالا یادم اومد یه دفعه از دست نوکرمون افتاد زمین پدرم داد 20 ضربه شلاقش زدن 20 ضربه 20 ضربه حقش است قربان نخی یارو پاک عقلش پاسنگ برمی‌داره بدش من بفرمایین بفرمایین قربان خیلی هم احتیاط کنید سرقلنش نازک است برک بر نداره من بیاس حضورت رو مرخص بشن برشین بله خدا یا پناه ببرم به خود دیگه چه خوابی برام اومده آخ خدا یه موش زرفی خواهد یه سواش بسخونه بردش دیست مده چی دیست اینجا فقط به این غذا چه غذا چرب و چیلی خوبیه مرگ و فختن گذاشتن تو کاسه و پردست رفتست تو آسمون ماهی رو سرخ کردست گذاشتست تو پشخواب نیست خودست رفتست تو حوست غذا رو نیاز مرمان چه صفره رنگینی شد منتاش آدمی حلال زاده نمبینه رحمت کشید این دا پس خودتون بفرمه مشغول شید من دوست ندارم تنها غذا بخورم فکر کردم حالا که تو اینجایی بهتره با من هم سفره بشی نه نه خدا از بزرگواری کمتون نکنه قربان بفرمه قربان یا الله قربانی قدم شما مشرف از میخوشید خب میکشی یا من برات بکشم پناه میبرم به خدا قربان شما اگه بکشین دا پاره میشه خودم میکشم که پاره نشه خیلی خوب پس تو بکش چشم اجازه میفرمایید که شما نمیشه بکشن. مهمان مقدمه جانم اطاعت میکنم چون شما فرمان من بکشم هم رزمه بکش بسر چشم اجازه بفرمایید دست آسینم و بالا بزنم چون بو این غذا کشتمون چه پلوی پخته است قربان برنج قربان ببینید برنجا قد کشیده است اندازه یک انگشت تمام و دون سیاه برنجش دون سیاه که ایچی قربان شاخ سیاه هم هست اصلا همه جاش سیاه به چه بوی میده دوغن کرمونچاییه از کجا گیر آوردن قاچاق سالابا تو شما یه نخودش هم گیری کسی نمیاد اجازه بفرمایید خورش بکشم مواظب باش نخورش خورش بله بله چربیش هم من میگیرم خورش ده نگاه کن با آدم حرف میزنید مردی شما اجازه میفرمایید که قلمشو برای شما بتکونم خواهش میکنم ممنونم نه جون شما این مغز قلمش اجازه بفرمایید بتکونم فسفوری خالی است برای مغز شما که خالی شده بس اجازه بفرمایید تاشم برای خودم بتکونم آه خب دیگه مشغول شد بله و شما مشغول شید این روزا هر کسی یه ذره فسفره برای مغزش لازم داره ده چه پلو خورش دید اجازه فرمایید که تعدید بذارم تو پشت خواب دون نوشید جونه دون نون میل میفرمایید چه نونی برشته ایده ده سادم حد میتونه من بریش مبارکت اون قسم من تا حالا به عمرم همچین پلو خورشتی نخورده بودم راستی راستی که پلو خورشتش با لب و دهن یادم بازی میکنه دا نوشه جان بانوم بخور بانوم میخورم میخورم بانوم میخورم ببین چه نونای نازک و سفیدیه گندمش از املاک خودمه تمامش از املاک خودمه من نونای بیرون عادت ندارم بخورم نه خیر نونای بیرون نخوریم آتش خرابه هرچیس هم خورده است بلا فاصله وسیعتش کرده است چی چیست معلوم نیست آرته است آشغاله است سبوس است هر آشغالی گیرشون میاد قاطی میکنند و یه نون درست کنند که بادم حرف میزنه با شما که حرف میزنه نو خوداش نفخت زفته تازه بفرمان من نمکش بزنم نمک سوزش کنم
مگه نمکش کمه؟ خیلی قربان، منتاش من یک کمی غذا پر نمک دوست بدم. چی شده؟ چیزی نیست قربان، یه دونه مو بود. چی؟ مو؟ اونم توی غذای من؟ موش بور بود. ببینم غذا رو والدتون پختند یا همشیردون، اما چون بو حنا میداد به نظرم کاری والدتون باشه. بله. چطور شد؟ هنوز دو تا لقمه غذا نخورده ناقا فلسگی هارتون دسته؟ آسم قرون بشو، ده بیا زود این آشخاله رو از اینجا ببرید. اینا رو پرت و پلا میکنی؟ بابا بیا صفره رو برچی. به، نه به اون غذا خوردن از اونو تعارف کردن از اونو محبت کردن از اونو نه به این لقت زدن از اون کاسم داغ سن و دستم سوخ بابا به پا دستت نسوزه قربان آخه این که نشد که بشه رسمی مهمون نوازی. خب از ما که گذشت یالله یالله ما چاکرشم هستیم قربان. باز که چاپول زدیم قربانت گردم. به به سل علا چه دو تا چاپولی پرسه اینو بری جدی قربان یه دوست کجا بودن خوش آمدی مشرف به مزمون چیه تو هوا میزنن برای کشی میزنن موسیقی من مرده ی این آهنگ منم زنده ی آهنگم موسیقی تارهای روح منو به ارتعاش داد. بله تنبه که روح منم به ارتعاش داد. به دست به سیم آخر خوشت میاد؟ بله قربان روح آدم میخواد پرواز کنه بره تو آسمونا. معلوم میشه که آدم خیلی با سلیقه ای هستی. اختیار داریم سلیقه خودت. گوش کن آه. مخصوصا به این قسمتش خوب گوش بده. با تمام وجود آدم بازی میکن. بله ولی با وجود شما کاری نداره دا. بله جانم این یه جفتی صحبه هم تو دارن برای خودشون میزنن دا. ما هم داریم چه چه بیشلمه رفتیم تو چاپولا. گفتم برات شراب بیارم. دستی ما درد نکنه قربان من میمیرم برای شراب زحمت کشیم. موسیقی بدون شراب برای من هیچ لذتی نداره. امیدوارم با خوردن یکی دو جام از شراب هفت ساله من مخالفتی نداشته باشی. بنده سرگیش باشم قربان که مخالفتی داشته باشم. اونم شراب به این خوبی من به 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 عجب شرابی خوبی است. درست رو خیارم توش پیداست. اینقدر قلیز است که تنگی نمیاد بیرون. به به حتما انگور این شرابم از انگورستونای باقی خودتون است. بله 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 مستقبله. خیال میکنی من به سرکه ترشیده های هر شراب فروش ولگردی لب میزنم؟ ابدا زبونم لال. منظورم این نبود که بگم که هشما از سلامتی نوشی جون قربان اندم میخورم به سلامتی خودم یه ضربم میرم بالا. مزه بردارید بفرمایید. من مزدم خاکست. شما خودتون بفرمایید قربان بفرمایید. راستی راستی که عجب شرابی مرد افکنی سا من دیگه یه سالا رو پام بند نیستم. منو گرفت مردی شما عجب شرابی خوردم مالی حلالی خوردم. یعنی چه؟ دادی چی یعنی چه؟ گوری گوریه کنم چه؟ وقتی که دگوریه بزن باری شاد بازی کنم چه؟ بسی که رک نداری یا قلقل نمیشد عزیزم. من که دیگه توی عالم دیگه یه حتما درد نکنه. یه جفتم نشستن برای خودشون زدند و برای خودشون شنفتند و کیف کردند و رفتند. موسیقی
دیدی از من سنگین دل بیت با چیکار میکنی؟ حتی که هنر نشناسین چه جور آوازیه؟ آوازیه که نه پیشتر اومد داره نه چه داره لفت و لحاب هم نداره. دارم میخونم این فهمی آواز من سنگین دل میزنه روزگاه در سیاه میزنم تا بفهمی سنگین دل میزنه دارم میخونم آری که گشتی آرق یارو نفسم بند اومد سنبم آب آورد بس که دویدم آخی مهدی که بده سوخته خب پدری زشت سوزوندم هی بهش میگم به من شراب نده مست میشم بد مستی میکنم آ گوشش بده کار نیست خدایا گرفتاری چه آدمای خل دیونه شدم آ پاک ما رو خلمون کردن خدایا بار پروردگارا من از شری بعضی از این بنده هات به خودت پناه میبرم قربونت برم هیچ عذری رو نمیپذیرم شما همتون بی عرضه اجازه بدید قربان این کارو من هنوز تموم نکردم قربان یعنی که تموم نکردی؟ یعنی این که هنوز باهاش کار دارم غیر از پیسوز دیگه چه کار باهاش داری؟ میشه یک فرصت دیگه به من بدین قربان؟ میفرمودیم تو خیال میکنی من نمیتونم پیسوز از اون بگیرم چرا جانی تو میتونی خوبم میتونی الا تو این که گذاشتم این دفعه چنگم در بره این بود که پیسوز هم براش نبود بله درشتی اما بیدم انداختن دوباره اون کار آسونی نیست جانی تو بیهوده نگران این موضوع هستی وزیر اگه ملک این کار رو به عهده ابو نواس جادوگر گذاشته حتما مطمئن بوده که از عهده انجامش برمیاد خوبم میاد اما من اصلا نگران این موضوع نیستم جانی تو این حرفا چی؟ من ترتیبی خواهم داد چون دوباره با پای خودش اینجا پیش من بیاد و این نهایی که برم این حرف زدنیم ولی چجوری این کارو میکنی ابو رقبت جان اون مردی که من دیدم اینجاش خوب کار میکنه من هیچ فکر نمی کنم که بشه اونو دوباره گولش زد آوردش اینجا تو مثل این که درست متوجه نیستی که داری با یک جادوگر زبردست صحبت میکنی وزیر چیره بابا دندم چمچی نکن قربانی کردم من شک میگم شک ندارم که شما جادوگر قابله با میگم ماهری هستین ولی از این در تعجبم که چطور چه کاری رو که به این راحتی به دام افتاده بود شما فراریش دادید اصلا نمیتونم فکرشو بکنم مرگ تو ولی تو میدونی که اون الان صاحب یک جنه بله من همه غذایاشو میدینم ناز نازه من با چشای خودم دیدم وقتی ملک دستور داد گردنشو بزنن در یک لحظه غیب شد چون در همون لحظه احساس میگم حساس همون جن بود که تونست اون از زیر شمشیر جلاد نجات بده بله تا الان هفت کفنم پوسونده بود نازه تو بیدم شم نری کنم با منم گذاشتم که بره تا ببینم با جن دنبال چی میگرده پس از آن جن به علایالدین میگوید که دو آرزویش را خواسته و اگر آرزوی سوم را هم بخواهد او دیگر آزاد خواهد شد اما علایالدین از جن مهلتی میخواهد تا برای خواستن آرزوی سوم حسابی فکر کند و بعد تصمیم بگیرد. خب با من چیکار داشتی ارباب؟ من تصمیم خودم رو گرفتم جیجی جون. فکرم رو حسابی کردم. دیدم برای آخرین آرزو میکی بهتره از اینیست که استرول گنج هفته پیش تلویزیون بخوام. ارباب جان نیک بریش خیلی هرر میخنده. بخندم. اشکالی نداره. تو منو به بسای گنج حضرت سلیمون به همه آرزو گنج حضرت سلیمونه که نمیشه خواهد. بلند شو. از من بریم از اون من. اصلا نرفتیم با امید خدا. بیا جلو. بیا جلو وسیله نقلیه هم فراهانه سه میگن وسیله نقلیه گیریم. یکیش بلی من. من سوارم و یکیشو.
حالا این تجری سوار میده اینجا فعلاً اعتراض میکنه نمیدونم چشه نه تو بعدش میاد بابا بس تو چه بفهم دعوا داری لقد داری منم میذارم یه جلو یه جلو اینو بیا تو هم بده که من تو اون میشه دو روز زمونه ایشو دست که یه خرم سواری نمیدرسه چه 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 باده میذار سرانجام علایالدین جن را راضی میکند تا سراغ زن جادوگر بروند و راز گنج حضرت سلیمان را به دست آورند. اینجا گنج رو به ما نشون بده آخه میدونه گنج حضرت سلیمان یه افسانه هست چه تر جن نمیتونه باش دسترسی پیدا کنه هر با خب حالا تو مطمئنی که اون پیر زنی جادوگر میتونه جاشا به ما نشون بده راستش مطمئن نیستم ولی فکر میکنم بسرم یه کمکی به هست اشتباه نمیده نه دستی راست دست چپ و هم داشتی کمی داریم میریم دیگه بارا بنم کجا آخه یه جای سر در خواستم بگم که من خواستم بگم که گوی که هیچونت بالا بیاد بگم که چیزه گوی که بیاین تو پسران من بیاین تو خیلی وقته که منتظرتون بودم آمیجا تو آمیجا یا منو نمیدونم خیلی وقته که میخواستم ببینم تو ایش میگی دروغ میگی ما را میگون بله با ما بله مگه شما علایالدین نیستی مگه جن شما اسمش جی جی نیست جان سجدی تو از کجا پیدا کردی ببخشیم منتظری ما بودیم بله آجا کجا نشسته من که میفهمم با تو سیبیل بیندازی بزن بینیم اخه چی میگه ایشون میگه منتظری ما بوده نمیدونم شاید بوده حالا چرا اونجا بایستادی میفرمایم بشینیم نترسین من که با شما کاری ندارم نمیدونم با شما کار پتلاف میکنه بفرمایی خیال کنین که خونه خودتون صاحبش زنده باشه بشینید شما... من میدونم شما برای چی اینجا اومدیم بفرمایید شما میدونیم ما برای چی اومدیم لطف دارید بفرمایید بشینید تا کمکتون کنم خواهر رحمت دارین لطف دارین گویند صبر کن که تو را صبر بردهد آری دهد ولی ایک به خونه جگر دهد ما عمر خیش را به صبوری گذاشتیم عمری دیگر بیاید تا صبر بردهد من این حرفا سرم نمیشه که علاءالدین و پیسوز رو برام بیارین دستور میدم تازیانه رو حاضر کنم
دارم شوخی میفرمایید؟ به من میگن ابو نواس جادوگر، نه برگ چغندر. اگر تمام شهر را بگردید یک جادوگر مثل من پیدا نمیشه که از آب چره بگیره. دیگه حناف رنگی نداره جادوگر، مگه اینکه علاءالدین رو کتبسته بیاری اینجا. فقط به من مهلتی بدید قربان، همه چیز درست میشه. راستش من سیدی گنجی حضرت سلیمون رو خواستم، اونم گفت تنها کسی که ازش باخبره از شما هستین. آره، اما کسی ازش خبر نداره از خیلی وقت. اگه شما جایی گنج خبر ندارین پس چی میتونه به ما کمک بکنه؟ چرا؟ کسی هست که بتونه. یه درویش هست که جاشو میدونه. میدونه که چه جوری و از چه راهی میشه به اون گنج دست پیدا کرد. خیلی چیزای دیگه هم میدونه. چیزی که مهمه جای این درویشه که خیلی دوره. جاشم گن دوره. میدونین خیلی ها دنبال این گنج رفته. عجب. بفرمایید. دستشو درده کنید. ولی دیگه بر نگشتم. ارزه نداشتم. بیا اینو شما هم این گنج رو فراموش کنید. نمیشه. برای تا بینید چی پیش میشه. بفرمایید. قربان دست شما. بفرمایید. عجب شرابی نابی است. نوشه جورتون. مجلس که شراب خودت هست. انتا تعریفی هم نه. دائم الخم. تو که شراب شناس نیستی. خب. شما گفتیم که ما باید برای رسیدنی به اون گنج بریم به سراغ درویشی که خیلی از اینجا دوره است. اصلا چه جوری میشه پیداش کرد؟ یعنی از کجا میشه به محلش را پیدا کرد؟ چون توی قبرستون خیلی قدیمی زندگی میکنه. توی یه بیابون، یه بیابون برهوت، تک و تنها سال هاست که اونجا به سر میزنه. فقط اونه که راز این گنج خوب میدونه. عجب، یعنی تک و تنها؟ چی تو هم چیزی ممکنه؟ خب من دیگه باید برو باشه. دوستان منتظرم. یالا تشریف بردیم که ما دشمنانه دونیم. از دیدنتون خوشحال شدم. شما خیلی مهربون هستید. اختیار ولی بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. دنبال این گنج نه. ما میره. تمنی میذاره. خود من میتونم نریم. من بازم حرفم رو تکرار میکنم. دنبال اون گنج نه. اون گنج به دست شیاطین سپرده شد. ما خشن نگان دنبالمون هست. برای همین هم هست که تا به حال دست هیچ آدمی زادی مگه جن راهی جایگاه درویش پیر می شود و پس از طی راه های دور و دراز به دانجا می رسند. جلو مثل خونه زنبانه بونه چیو هرمو دیدی چی؟ یعنی در میشه رفت تو چند رو اصفه یا اجازه بدید تا اسرار طلسم این گنج رو براتون فاش کنم. بفرمایید.
ببینم خواهد چکار کنه. من دارم میبینم که شماها برای چی به اینجا آمدید و دنبال چی میگردید و از من چی میخواهید. پس شما داری میبینید؟ بنابراین میتونیم به ما کمک کنید و اونجا گنج کجاست؟ جون خودت میتونه بگه جا گنج کجاست؟ آره؟ میتونه بگه اون گنج، گنج خطرناکی دست هیچ کس بهش نمیرسه. جدی خطرناک؟ آخر دنیاست. بله فرزند، از اون گنج دوری کنید و به هیچ وجه به طرفش نرید. اون گنج شومه. شومه؟ شومه؟ آره، تو رو به خدا درد نیست جون نرین، شما باید با کمک کنید. در حال از من پیر مرد دنیا دیده بشنوید و دور این کار رو خط بکشید فرزندان من و خودتون رو به خطر نندازید. شیاطین از اون گنج مواظبت میکنن، اونا نمیذارن که کسی از محل گنج با خبر بشه، برای همینه که دائما محلش رو عوض میکنن. خدا میتونه کمکتون کنه. این گنج، گنج واقعی نیست. گنج واقعی در قلبت پسرم. حرف منو بشنو و از این کار درگذر. چشم قربونت برم عزیزم، قربون اون سر گیسه برم. ما دست بزن اون دست بشینیم تا دیگران بیان گنج رو بردارن برن عشق کنن و خیش ما میکنی تو قلبی واسه تو قلب ما که گنج نیست. خدا به راه راست هدایتتون کنه. کمک میکن این آخرین آرزوی منه. خدا حافظ شما جناب درویش. آخه هم تو ول کرده رفت. خدایا تو باید منتظر بمونی تا گنج خودش سراغت بیاد. تو باید در جایی قرار بگیری تا ستاره اقبال خودش بیاد در پیشونی تو طلوع کنه. همینو بس، همینو بس. ما اقبالمون به شرط اینکه ابرهای سیاه از آسمون بخت تو پراکنده بشه. ما اگه اقبال داشتیم که اقبالالدین بودیم، نه علاءالدین. هم تو ول کردم. خدا خودش بود. خدا حافظ شما. زد چاش. همین گام بشیم اینم جعفر جنی. بشین تا ببینیم خودمون باید چه خاکی به سرون بریزیم. منو تو بده نقش. چیه سی برای خودت این سیستر رو برده؟ این که صداهای داره میاد. پاشو باید برم قایم. چی میتوند اینجا بیا؟ نکنه همون شیاطین باشه. نه بابا بزا من چکم میشم. یه دنبالی من، یه دنبالی من. شرابیه، ولی به جا شرابی های معمولی نمیره. هنوزم تش شراب داره. شرابش هم به شراب ما نمیره. باید این دوره برای من فکر میکنم یه نفر اینجا بوده. حتما اینجا بوده. ارباب به جنازم خود خودشون هم چی خودشون هم؟ کشکی داری حرف بزنی؟ نگاه کن. گوش بده، گوش بده. ببینی چی میگن؟ میگن که چرا فکرهای بی خوده میکنی؟ آخه کسی اینجا نمیاد؟ تازه واسه چیش میان اینجا؟ کی میدونه که ما اینجا مواظب چی هستیم؟ آره بابا کسی نمیدونه. دستی خودی رو بذار کنار. بزن این لقمه غذا رو زهرمار کنی بعدش هم پاشیم بریم به کارمون برسیم. آره بابا جان اینقدر فکرهای بی خود نکن. آخه چقدر فکرهای بد میکنی تو. پاشو بریم. آره پاشو بریم بابا. پاشو همینه بش میگم. نذاشیم بابا ما بچسبیم. فرجام کن ولی من اینجا هنوز بوی آدمی زاد میشتفم. حتما قبول کنی. گفتم که خیالاته داداش. والا خیالاته. خیلی خوب از ما گفتم. الهی بابا بریم. خدا سر زار وقت بریم.
جاش امنه. بره دیگه، بره. بیا حیوان. ناگهان با گشودن صندوق گنجینه حضرت سلیمان طلسم شکسته شده، همه چیز دود می شود و کار جن به پایان می رسد. و اما علاءالدین. وای خدایا، چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینطوری شد؟ من چرا اینجا آمدم؟ یعنی چه چیزی؟ چیزی جون، کجایی تو؟ من دیگه از حضور تو مرخص شدم ارباب، نگفتم دارون گنج و خط بکش. اگه نجاتت نداده بودم الان خاکستر شده بوده. حالا تو چرا رفتی؟ خودت قایم کرده؟ ها؟ من؟ چه داره در میارم به مرد تو؟ من دیگه آزاد شدم آقا، کاری ندارم. برو کلک، برو هر کاری میخوای بکن. من اصلا نمیدونم که تو جنی به این قصد و قواره برام سالت چی کار کرده. من که انها آرزو سیومم برآورده نشدش که تو گذاشته یه رفته. با نجات دادن آرزو سیومم دم اه. برو این حقه رو به یه کسی دیگه بزن. اگه یه دفعه دیگه گیرم بیفتی میدونم با چی کار کنم. ها من باشم دیگه به جن و غیر جنشم اطمینان نکنم. دهنه به هر چی جنه. خدا حافظ ارباب. چه بو داده چه بو نداده. ارباب خدا حافظ. خدا حافظ. من دیگه یعنی آدم. من از دو اهن. بیان تو قبرستون جنه برات فاتحه میخونم. مرحبا. قربان، از چاکر جز این خدمتی ساخته نیست. خب، حالا گنج چی شد؟ باطل شد قربان. یعنی دیگه گنجی در کار نیست؟ نه قربان، جنی هم در کار نیست. جالب. حالا چطوری میتونی محل گنج رو دوباره پیدا کنی؟ این مشکل به دست علاءالدین حل میشه قربان. کافیه که اونو به دام بندازیم، اون وقت میدونیم که با این مردک بی جن چی کار باید بود. اومدی جانم به قربانت با قیلیان؟ چرا وزیر خواننده دیگه نایده بودیم؟
نخواه ببینیم بابا سر نخواه بگی بیه شنگی خرچه بی میکنه خواستم بدونیم که این دفعه یه فکری بگیزی کرده ببین کن چه من ازت میخوام که کار تمام کنی چه کاری؟ من که هر کاری گفتین کردم حالا این دفعه باید چی کار کنم؟ ببینین باز اگه دوباره همون قضیه پیسوز علایالدینه من یکی دیگه نیستم بول پدر صاحب پیسوزم که از خیال کاملا راحت باشه من فکر همه چی رو کردم به نظر من دیگه به این آسونی ها نمیشه این یارو رو گیره انداخت خوب هم میشه بنده ترتیب کار با اون یارو ابوالعباس دادم کار ملاقالدین هم دیگه تمومه بله جانی بدی میتونم یه خواهشی ازت بکنم یکی چی سرت بکنم چه که اجرا کنه من یکی دیگه نیستم چطوره؟ مستجره چطوره نه؟ سلام بچه فره وزیر خیلی خوش اومدید قربانه تو بفرمایید بشینید بیشین قربان میشینم که دربم خب چی شده که این طرف ها اومدید؟ والله یه کار خیلی مهمی باید دارم بعد در گوشت بگم کسی نشنم ببین خاتون جون راست پوستنده واقع من بگو این دفعه دیگه برای من چه نقشه تو کلت چی دید؟ نه به خدا باور کنم اصلا نقشه تو کار نیست بهت قول میدم من هنوز دفعه اولم یادم نرفته چه گولم زدیه کردیم تو صندوق و بعدم فرستادیم زیر تیغ جلاد این دفعه رو فراموش کن یه کاری بکنه هرچی بخوای جون مامان امینه بهت میدم باشه خودم تصمیم کارا رو میدم بنده تو برم میدی من میدونستم که بالاخره این گره به دست تو باز میشه حالا فقط کافیه که اون ترسم معروف رو به کار بندازی و اونو بیاری تو چنگ ما بعدش هم میپرسیم لادرز میگم لادرز زیبا باش با امید خدا سم نیدی خب حالا میخوای چی کار کنم خوب فکرتو بکن والا من که بهت گفتم دیگه نه پیسوی دارم نه جنی نه چیزی دیگه اونا برای چی هنوز دنبالی من اندو میخوان سر بنیستم کنن معلوم نیست تو میتونی بری بهشون بگوی که نه گنجی تو کارید نه پیسوزی تازه همینم که این وسط من دونی سالم به در بردم خودش کلی ها خوشبختیه تو نمیتونی که چه بدبختی و بیچاره گی کشتم اونا حرف به من باوری میکنی تو بهتره بذاری بری آخه برای چی خاتون اونا از کشتن من چه استفاده میبرن من یه آدمی یه لقبای آسمون جور آخه ما هم خدایی داریم اونا همه جا دنباره تن خودت هم میدونم ولی بهتره قبل از اینکه دیر بشه هر چه زودتر از اونجا بذاری بره اگه گیرت بیارم این دفعه دیگه نمیتونم دست اونا جون سالم در ببرم نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنم قمر جون بیا این دست موزید البته قابل شو نمیدونم قابل نداری دست درد خیلی ممنون اهلا و سهلا خان خدا قوت خسته نباشی رفته نباشی براده ما که دیگه خورد و خمیریم به خدا آخش مردم از خستگی یا بشین یه لقمه نونی با هم بزنیم قربونی محبتت برم به سرت خستن دیگه اصلا اشتهام کور شده اوستا چطور؟ با این وضعی که برام پیش اومده اوستا دیگه نه پیسوزی نه جنی نه گندی دو مرتبه شدیم همون آقای لختی که بود ای بابا حالا اینا هیچی تازه برامون خط نشون هم کشیدن میخوان یه خطبتی حسابی بهمون بکنن مرگی تو داره ما افرادی که شرف رو انتخاب کردن پیاز و وردار زردنوف و قرار بزن تو کلش کله کوبش جناب قربان با این مجونه که تمر جادوگر درست کرده با میتونیم به راحتی علایدین از سر رامون برداریم علایدین به چه درد ما میخوره چطور نمیخوره قربان
منظورم اینه که اگه اون نخواد مرم به دقیق گنجو نشون بده، یه قطره از این سمت شرابش میچکنیم، به خوردش میدین، آنن خاکی سر میشه. ملاحظه فرمی؟ تو مطمئنی؟ بله قربان، این سم خیلی خیلی خطرناکه. نگاش کنیم، باش برد. چلو دارم این همه گنج بودی من سر سر زنیم بریم کنا بریم کنا هید پاشو هید بود پاشو پاشو توب شو هی علایدی چرا جاری بابا خودت تو خواب حرف میزنی پاشو بابا صبح شو سلام علیکم داره خوابی پنبه دونه میدیدم بیدارم کردی ها پاشو بابا من باید مثل این حیوان دوره بیفتی آره راستی پاشو دیگه دیر شد پاشو آخه وای خدای شد چه خوابای حالا هفت رای میدیدم غلام و چنیز و قصد و سکه طلا و گنج و راست گفتن شطور در خواب بیمستم بدونه را آقا شطوری آدمی گوشتان گفتی مثل من تو اومد بگرده تا دنیا به روش بگرد با صبح در ولی صبح باز افتادیم تو گابرو بوده بوده پای آقا که در جنگ مخابلو هستی یه وقت آقا علای بین لیت نخوری که نزید بود بخوری نه آقا این چقدر دلاله خودی لده نسا دیگه همه چیزم به همه چیزم میخوره لنگرم سبوچش کنیم آدم زادست دیگه سنگین میشه سبوچ میشه سبوچ میشه سنگین میشه تا دونش بیاد بالا علاوه دینم یه نمیکشه دا سر زیری خب بیری پایین تو سر بالای جو آخه خدا تو میدی حق تو وقتی که اون پیسوزه و جنه و جنگه رو ندیگه بیدیم خیال اون راحت حالا که مزدش بیدم دونم مونده دیگه حالی کار کردنم نداریم اما خب چاره چیست خیلی کنشیم را بیفتیم یه دست تو هر این چه من برای که بگیریم چی تو میشه آخه وای خدا بیا مومدی تو افتادیم گفتن اقبالی آدمی بیچاره تو پیشونیش نمیشتن آره خوش به روزگاری تو همینطور که این شطوره میگرده دو روغنی کنجه تا رو میگیره دا روزگار هم داره روغنی ما رو میگیره آ خودمون تو باغ نیستیم تا فلنگ رو ببندیم خدا یا شکر چقدر از این پله هم باز بیایم بالا بریم پایین بیایم بالا بریم پایین تا جونمون بیاد بالا یه وقت مثل این پیسوزه پیکی خاموشیم و دیگه نابود شیم تا بوده از هم الهی با امیدی تو الله خیرون حافظون و هوهر همون رافظی خدای تو روزی رسی برسی که یک کوه رو تبدیل به خاکستر بکنه مرگ تو همه چیز همه جوره جفت جوره تو تاخچه یعنی تو تاخچه این بغلی چند و خونه دو تا جام شرار پس که هر دوتا یه جورن مرگ تو هر دوشون هم یعنی تو اون هر دوتا جام پر از شرابه عرض کنم که یه قطعه از اینو توی یکی از اون جام ها میچکونیم بعد همونجا تو همون تاخچه دو تیکه قیتون هست یکی به رنگ سیاه و اون یکی هم به رنگ سفید
یه دفعه دیگه عرض کنم که قیتون سیاه رو میبندی به پات میگم پات به پایه همون جامی که یعنی همون جامی که توش از این سمت چکوندی قیتون سپی دارم میبندی به اون جامی که توش از این نچکوندی و شراب خالی هست ولی کاملا باید مواظب باشی که اشتباهی عوضی روخ نده اون وقت اون جامی رو که قیتون سیاه داره میبندی به ناف علایدین اونم خره نمیفهمه میخوره اون جامی که قیتون سفید داره خودت برمیداری میبندی به ناف خودت تو هم خری نمیفهمی به بحث اینکه جام به لبش برسه ترتیبش داده شده و سلام من در تمام عمرم مردی به زرنگی تو ندیدم واقعا خیلی باهوشم نازن گوشتتی برم مثل اینکه دیگه بنده باید رفع زحمت بکنم من میرم و منتظر میمونم تا ببینم جناب عالی چطوری شکار پیدا بیندازیم خیلی دارم میخواد از نزدیک شاهکارتونه ببینم ولی خب خر بوده شد قمر جادوگر علایالدین را در قالب یک عروسک کوکی جادو کرده به خانه خود می کشاند. گیج میره تو دلی خالی میشه کم خالی چطور آه خدایا اینجا کجاست اونه کیه آه اینجا مونه کیه هست پرده قلم کار خالی یاد تلسم ابو نواس کار خودش را می کند چندان که علایالدین در خانه او به دام می افتد یالله فوراً بگو گنج کجا رفت کنم مردی حسابی
کدوم گنج؟ کدوم جن؟ جنه تو پیسوز اومد بیرون به ما گفت که تا آرزو میتونی داشته باشی. ما هم هر که تا آرزو رو خراب کردیم اونم غیب شده رفت. حالا شما یخه ما رو چسبیده هم گوی گنج گنج کدوم گنج بابا؟ خاک زده است به کلش بالا خونه رو اجاره داده است اینجا گنج. من این حرف با سرم نمیشه. تو باید بگی گنج رو کجا قایم کردی؟ زود باش. من گنج رو کجا قایم کردم؟ ببین چجوری گیر افتادم ها. اون جنم که رفت جنی پدر سوخته بی معرفتی شراب خورد. گفتی شراب؟ الان برات شرابی میارم که فرصتی بهت بده تا محل گنجو به من بگی. بنوش تا بیاد بیاری که گنج کجاست. میترسم به یادی بده کاریان بیفتن. بگیر بگیر و بنوش. چشم خیلی خوب. هر چی میخواد باشید ما میخوریم تا ببینیم چی به یادمون میاد. بنوش بنوش شما اول بنوش تا بعد من بنوشم. تامی سر چه شیره میده بنوش. حالا بیاد بیا. حالا بیاد بیارم. فکر میکنی کار علایدین تموم شده باشه؟ فکر میکنم گرمن. یعنی مطمئنم گرمن. زود برو و خبرشو برم بیار. خبرش چیه؟ سرشو میذارم تو سینه وسط میارم. فقط یه رفعه بگین تو تمام قد نوکت. ملک نومان و افراد او برای نابود ساختن علایدین به نتیجه نمیرسد. حالا علایدین آزاد مثل پرنده ها به سوی غزال باز میگردد. وقتی تمام قضایی رو برات گفتم تو اصلا حرف منو باور نکردی. خیال کردی من دارم بهت دروغ میگم. اما بعدش دیدی که تمام حرفایی که زدم درست بود. درسته تو تمام حرفا رو بهم گفته بودی. ولی من هیچ فکر نمیکردم اونا این کارو بکنن. اونم یه همچین نقشه که تو کلوفتی برام چیده باشن. خب خاتون جون حالا تو چه نقشی؟ نمیدونم. هیچ. کاری نمیتونم بکنم. ببینم. نمیخوایی دو مرتبه برگردی بری پیش وزیر؟ برگردم برم پیش وزیر؟ من هیچ وقت نمیخوام برگردم برم پیش اون. به خصوص که اونا بفهمن من بودم که تو رو نجات دادم. پس اگه نمیخوایی برگردی بری پیش اونا چی کار میخوایی بکنی؟ کجا میخوایی بری؟ دست خودم سرنوشته. آره. هیچ کسی نمیتونه عوضش بکنه. درسته. آخر کارم من مجبورم همون راهی رو برم که باید برم. تو کجا میخوای بری؟ گفتم که من دیگه پیش اونا بر نمیگم. میخوام اگه بشه از این شهر برم به یه شهر دیگه. از این جا و این آدم ها خسته شدم. میخوام به یه جایی برم که برام تازه باشه. آدماش، جاهاش، همه چی باشه. آره، راست میگوی. به هر دیار که در چشم خلق خار شدی
سبک سفر کن از اونجا، برو به جای دیگر. همه الان منم حالتی خودت پیدا کردم، اما از قدیم گفتن به هر کجا که روی آسمون همین رنگی. کاش که ما میگه که داشتیم. بسه نخور، همه چی درست میشه. آره خب ببینم، مثل اینکه متوجه نشدی چطور تو تیتیو نداری. منو باش، چقدر حواسم پرتست، اصلا تو باب نیستم، در خدمتت مفاتم. من فکر میکردم تو از همه روز اول قضیه رو فهمیده بودی. پس چرا وایس داده؟ بزن بریم دیگه. خیلی خوب چته؟ حالا چرا اینقدر عجله میکنی؟ من اولش باید از دادتو مطمئن بشم، بعد کجا میخواییم زندگی کنیم؟ خرجی از کجا میاری؟ ببین هنوز هم شوهر نشدیم، چه ایرادایی میگیری ها؟ اگه من مرد خونه هم که میدونم چی کار کنم. چه؟ شما بگید مرد خونه، پس را بیافت بریم دیگه.